درود به همه بیننده عزیزم آدریان هستم باش بسخونه خودتون خوش اومدین امروز میخوایم با هم سن و دلمه درست کنیم که این غذا یکی از پرطرفدارترین ترین قضاهای ایران و همینطور کشورهای دیگه است و مطمئنا خیلیاتون توی منزل میتونید دلمه رو درست کنید امروز با دیدن این ویدیو بهتون میگم که چطور دلمه هایی رو درست کنید که خوشمزه تر از قبل بشه قبل از اینکه درست کردن این غذا رو با هم شروع کنیم برای حمایت کردن از کانالم سبسکرایبش کنید زنگوله بغل رو کلیک کنید تا مثل همیشه نفرات اولی باشین که ویدیوهایی که داخل کانال قرار میدم رو زودتر از همیشه تماشا کنید امروز میخوایم با هم دلمه بادمجون گوجه و فلفل دلمه رو درست کنیم مواد اولیه رو در حین درست کردن این غذا بهتون میگم در قسمت توضیحات هم براتون یادداشت میکنم و اگه تا به الان عضو تلگرام و اینستاگرام من نشدین دو قسمت توضیحات براتون لینک ها رو گذاشتم حتما عضو بشین و به اشتراک گذاری رو فراموش نکنیم. میریم که با هم درست کردن این غذای خوشمزه رو شروع کنیم خب در ابتدای کار ما باید داخل فلفل دلمه ای و گوجه رو خالی کنیم و آمادهش کنیم برای دلممون نکته اولی که باید بهتون بگم باید از فلفله استفاده کنی که قسمت تهش ستایی و فلفل دلمه یا ماده داره فلفل فل دلمه ها تهشون ستایی و چارتایی داره که همونطور که داریم میبینید برای دلمه باید از فلفل فل دلمه استفاده کنید که تهش ستایی و باعث تلخی دلمه نمیشه امروز من خیلی چرخیدم برای پیدا کردن فلفل فل دلمه بزرگ ولی نتونستم پیدا کنم و ترجیح دادم با فلفل فل دلمه ریزین کارو بکنم دلمه بزرگ تونستیم پیدا کنیم که برای این دلمه از فلفل بزرگ استفاده کنیم خیلی بهتره یا حتی از فلفل رنگی خب به این صورت که داریم بینید سره فلفل رو جدا میکنیم و داخلش رو هم به این صورت باید تمیزش کنید و اضافاتش رو دور بریزید به این صورت سایز گوجه و فلفل دلمه اختیاری شما میتونید از گوجه کوچکتر هم استفاده کنید برای گوجه هم باید سر گوجه رو با یه چاقوی تیز جدا کنید و بعد داخل گوجه رو به آرومی جوری که به دیواره ها آسیب نرسه باید خالی کنیم داخلیش رو دور نریزین خالی کنید توی ظرفی برای درست کردن سس این دلمه میتونیم استفاده کنیم گوجه رو هم به این صورت که دیدین باید خالی کنیم و کنار بذاریم بادمجون رو هم باید همینطور سره بادمجون رو با یه چاقوی تیز ببریم و داخلش رو باید خالی کنیم اینجا هم باید توجه کنید که موقعی که داری این کار رو انجام میدیم به دیواره های بادمجون آسیب نرسونید خب داخل بادمجون رو هم خالی کردیم ما بقیه فلفل دلمه ها و گوجه که مونده رو هم داخلشون رو خالی میکنیم و ادامه کار رو با هم میبینیم خب بعد از خالی کردن بادمجون و فلفل دلمه اونا رو داخل قابلمه میذاریم داخل قابلمه کمی آب میریزیم روی حرارت قرار میدیم با شله کم اجازه میدیم کمی فلفل دلمه و بادمجون ها نیم پز بشه و بعد زیر حرارت رو خاموش میکنیم تا زمانی که بادمجون و فلفل دولما در حال بخار پس شدنه دو تا پیازی که داریم رو نگینی خورد کنید داخل یه تابه میریزیم زمانی که آب پیازا تبخیر شد بهش روغن اضافه میکنیم و میذاریم کمی طلایی رنگ بشه خب پیازا به همین صورت نرم شد و کمی تغییر رنگ داد یه قاشق چای خوری زرجوبه و فلفل سیاه بهش اضافه میکنیم مخلوط میکنیم حالا نصفی از پیازی که سرخ کردیم رو باید جدا کنیم برای مواد داخل دلممون حالا دو قاشق غذاخوری که رب داریم رو اضافه می با پیاز مخلوط می و می زاریم ربمون سرخ بشه رو که داریم می بینیم فلفل دلمه و بادمجونی که گذاشته بودیم کمی نیم پس شده زیر حرارت رو خاموش میکنیم و میذاریم خنک بشه بعد از اینکه کمی رب شد خدا گوجهی که از داخل گوجه خالی کرده بودیم رو توی مرحله حله اضافه میکنیم و میذاریم به مدت پنج دقیقه کل مواد با هم بپزه این زمان ادامه کار رو با هم میبینیم بعد از زمان پنج دقیقه مقدار یه قاشق غذاخوری زرش و چهار تا پنج تا آلو بخارا رو که از قبل باید بشورین اضافه میکنیم به مواد سسمون و یه قاشق چای خوری شکر داشتیم که اونم توی این مرحله اضافه میکنیم و همینطور یه دونه لیمو ترش تازه که آبش رو میگیریم و توی این مرحله اضافه میکنیم کل مواد رو با هم مخلوط میکنیم تو پیمان آب جوشی که داریم رو هم اضافه میکنیم دوباره مواد رو مخلوط میکنیم گربه ظرفمون رو قرار میدیم با شعله بسیار کم میذاریم که این موادمون بپزه و ادامه ای کار رو با هم میبینیم خب حالا داخل یک کاسه بزرگ مقدار یه استکان لپه داریم که باید از قبل لپه رو بپزین و توی مرحله اضافه میکنیم داخل این کاسه و همینطور یک استکان برنج داشتیم که باید برنج رو از قبل نیم پزش کنید از این مقداری برنج دودی استفاده کردم اگر دوست داشتین میتونید این کار رو انجام بدین تا دلمتون خوشتن دردید مقدار پیازی که کنار گذاشته بودیم رو توی این مرحله اضافه مواد اون میکنیم مقدار 150 گرم سبزی خورد شده سبزی دلمه شامل ریحون، نعنا، ترخون، مرز شیوید، گشنیز و جعفریه به مقدار 150 گرم از این سبزیه که گفتم رو تهیه کنید، بشورید، خوردش کنید و توی این مرحله باید اضافه کنیم و مقدار 100 تا 150 گرم از گوشت چرخ کرده که داریم رو اضافه موادمون میکنیم مقدار 100 گرم گوش چرخ کرده کفایت میکنه اگه دوست داشتین دلمتون پر گوشه میتونید از 150 گرم هم استفاده کنید نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و مقداری نمک اضافه میکنیم و مواد رو با هم مخلوط میکنیم بعد از اینکه کل مواد رو با هم مخلوط کردیم نمک رو تست میکنیم اگه نیاز به نمک بود دوباره نمک اضافه میکنیم باید داخل بادمجون فلفل دلمه و گوجه که داریم رو از این مواد پر کنیم اینجا توجه کنید که باید دلمه ها رو کامل پر کنید چون این مواد میپزه کمی باد میکنه امکان داره دل. که دلمه هامون بترکه یا از هم وابره ما رو پر کنید تا لبم این کار رو انجام ندادم ما بقیه دلمایی که داریم رو پر میکنیم و ادامه کار رو با هم میبینیم خب حالا سس رو مخلوط میکنیم یک بار باید بچشین اگر نیاز به نمک بود کمی نمک اضافه میکنیم کمی از سسی که داریم رو تو این مرحله جدا میکنیم و حالا به آرومی دلمه ها رو داخل سس قرار میدیم حالا از سوسکی که جدا کرده بودیم میریزیم روی سطح دلمه هامون درب ظرف رو قرار میدیم با شعله بسیار کم باید دلمه هامون به مدت یک ساعت و نیم باید روی حرارت بمونه بعد از اینکه دلمه آماده شد داخل ظرف مورد نظر قرارش میدیم و پایان کار رو با هم میبینیم خب بیننده عزیزم دلمه ما آماده شد مثل همیشه تقدیم شما بسیار خوشمزه و خوشعت شده مخصوصا سس این دلمه بسیار خوشمزه شده توصیه میکنم حتما به این روشی که گفتم درست کنید و نظراتتون رو برای من کامنت کنید اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید و به اشتراک گذاریش رو فراموش نکنید تا یه برنامه آشپزی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم بدرود